شاهنشاها، سال گذشته ویروس کرونا به سراسر جهان گسترش یافت و من نتوانستم به دیدار شما به قاهره بیایم. نیستید که ببینید چگونه ایرانی که نامش تا آخرین لحظه های زندگی بر زبانتان جاری بود، پس از تحمل 42 سال کشتار، زندان، شکنجه، جنگ، بی‌عدالتی، بیکاری، فساد، فقر، بیماری، بی‌آبی، اوضاع فجیع محیط زیست و ظلم و ستم بر زنان و جوانان و پس از تحمل 42 سال دروغ و فریب امروز به پا خواسته است. بسیاری از کسانی که اهمیت و ارزش برنامه‌هایی را که شما برای پیشرفت و تعالی ایران تدارک دیده بودید نادیده گرفتند، امروز از کرده‌ها و خطاهای گذشته پشیمانند. امروز زنان و مردان ایرانی به پشتوانه نام و همت بلند شما برای رهایی ایران در راه تحقق آنچه آرزوی شما برای ایرانی آزاد و سربلند بود به جان می‌کوشند. همه تلاش بانیان سیاه روزی ملت ایران در این 42 سال گذشته برای تحریف تاریخ ایران و نادیده گرفتن دستاوردهای شگرف و پیشرفت‌های چشمگیر ایران در دوران پادشاهان پهلوی بیهوده بود و امروز علی‌رغم تبلیغات سنگین و زهرآگین قدر و ارزش این دستاوردهای عظیم بیش از همیشه در همه ایرانیان به ویژه آنهایی که پس از سال 1357 به دنیا آمده اند آشکار است. از همه هم‌میهنانی که در ایران و نقاط گوناگون جهان به یاد شما و یاد اهداف بلند شما را برای سربلندی ایران گرامی می‌دارند و از همه هم‌میهنانی که از راه دور برای حضور در مراسم 41 سالگرد درگذشت شما به قاهره آمده اند، از سوی خود و خانواده ام صمیمانه سپاسگزاری می کنم. به امید پیروزی نور بر تاریکی و آزادی ایران.